دوران کرونا با همه تلخیایی که داره و خواهد داشت یه خوبی داره برای کسانی مثل من که در حوزه تحلیل سیستم‌های پیچیده فعالیت می‌کنن، برای اینکه ما از حالا به بعد یک مثال ملموس داریم برای توضیح و تشریح برخی از مفاهیم. بحران کرونا داره ارزش و لزوم نگرش و تفکر سیستمی رو به ما یادآوری میکنه و اینکه نیاز داریم برخی از مفاهیم رو دوباره تعریف بکنیم. یک مثال مفهوم امنیت هست. اینکه امنیت رو چگونه فهمیدیم، چگونه تعریفش کردیم و چگونه براش برنامه ریزی کردیم. بحث‌هایی مثل امنیت نظامی و امنیت اطلاعاتی شاید نیاز به تعریف نداشته باشن، همه باشون آشنا هستن، اما ما امنیت رو فقط اونجا ندیدیم و در بخش‌های دیگر هم اون رو اومدیم تعریف کردیم و به اصطلاح بخشیش کردیم. در حوزه آب دسترسی دائم به جریان آب رو امنیت آبی تعریف کردیم، امنیت غذایی شد برامون دسترسی به منابع غذایی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی رو هم با همون نگاه اومدیم تعریف کردیم و بخشی کردیم. اما امروز میبینیم وقتی به گوشه کنار جهان نگاه میکنیم اینکه سیستم‌هایی که فکر میکردن امنیت اطلاعاتی قوی دارن، سیستم‌هایی که امنیت اقتصادی حتی قوی داشتن، ارتش‌های بزرگی داشتن، موشک زیاد داشتن، هزینه‌های زیادی رو در حوزه نظامی کرده بودن، در مقابل یک ویروس ناشناخته و میکروسکوپی دچار مشکل شدن. بزرگترین رهبران دنیا، رهبران قلدر دنیا که حتی در اوایل این داستان سعی کردن دروغ بگن، سعی کردن نادیده بگیرن، سعی کردن تئوری توطئه بدن و افکار عمومی رو منحرف کنن، امروز زمینگیر شدن و در مقابل این ویروس به زانو در اومدن. یکی از دلایل شکست ما در مقابل این ویروس در کنار فقر اطلاعاتی و دانش که داشتیم و خواهیم داشت، نحوه نگرش ما، برنامه‌ریزی ما و الگوی نامتوازن توسعه ما بوده. برای اینکه بیشتر اینو متوجه بشیم میتونم از یه مثالی استفاده کنم که همیشه سر کلاس‌های تحلیل سیستم ازش استفاده میشه. اینکه اگر ما بهترین متخصصان حوزه خودرو رو جمع بکنیم، اونا رو در اتاق‌های جدا قرار بدیم و ازشون بخوایم به هر کدومشون، یکیشون بهترین موتور رو طراحی کنه، یکیشون بهترین چرخ و یکی بهترین گیربکس و الی آخر، بعد ما نمیتونیم با گرفتن این طراحی‌ها و سوار کردن اونها بر روی همدیگه بدون تعامل این متخصصان بهترین خودروی جهان رو بسازیم، حتی وقتی دسترسی داریم به بهترین متخصصان. پس مهم نیست که در هر حوزه چه کسی فعالیت میکنه و چقدر خوب عمل میکنن، مهم این است که این گروه‌ها با همدیگه چقدر هماهنگی دارن. حالا سوال اینجاست که آیا ما مفهومی به نام امنیت رو درست فهمیدیم یا خیر، یا آیا باید اون رو دوباره بر اساس نگرش سیستمی تعریف بکنیم یا نه؟ چرا که داریم میبینیم که سیستم‌هایی که شاید از لحاظ اطلاعاتی قوی بودن، از لحاظ نظامی قوی بودن، حتی از لحاظ اقتصادی قوی بودن، فقط به واسطه اینکه برنامه‌ریزی درستی نداشتن، هماهنگی بین دستگاه‌هاشون زیاد نبوده، سرمایه اجتماعی نداشتن، اعتماد عمومی بهشون پایین بوده، سابقه پنهانکاری و عدم شفافیت داشتن، در مواجهه با کرونا دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. وقتی مفهومی به نام امنیت که قرار یک مفهوم سیستمی باشه رو میایم بخشی میکنیم، عملا به تعارضات دامن میزنیم. امنیت آبی مقابل امنیت غذایی قرار میگیره، امنیت حوزه سلامت مقابل امنیت اقتصادی قرار میگیره و ما نمیتونیم تصمیم بگیریم و شاید در برخی از موارد باید بالا و پایین بکنیم و اولویت انتخاب کنیم، که این اولویت ها در خیلی از موارد میتوانن غیر اخلاقی باشن یا غیر درست باشن یا بحران های جدیدی رو درست بکنن. پس نیازه که با این مفاهیم رو دوباره تعریف بکنیم و امنیت انسانی رو در واقع به عنوان هدف نهایی برنامه ریزی ببینیم و متوجه باشیم که با امنیتی کردن حوزه ها، با نگرش بخشی و با تفکیک کردن حوزه ها نمیتوانیم در نهایت موفق باشیم.
همونطور که کسی که در حوزه امنیت اطلاعاتی یا امنیت نظامی کار میکنه باید متوجه باشه که بدون کمک متخصصین محیط زیست و اقتصاد و آب و کشاورزی نمیتونه موفق باشه. مثالهای عدیده ای رو در نظر بگیره که چگونه وقتی یک شهر به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشه چه ضررهای اقتصادی به شهر وارد میشه، چگونه آموزش بچه‌هایی که میرن مدرسه تحت شعاع قرار میگیره. یک متخصص حوزه آب و محیط زیست و کشاورزی هم باید بدونه که برای اصلاحات در حوزه محیط زیست ما نیاز داریم به اصلاح توسعه اقتصادی کشور، الگوی توسعه اقتصادی کشور. ما برای اینکه بتوانیم کارهایی رو در حوزه آب بکنیم باید به اصلاح الگوی کشت فکر بکنیم. همه اینها باید با همدیگر رخ بده ولی ما نمیتونیم اینها رو در مقابل همدیگه قرار بدیم. اگر اینها رو در مقابل همدیگه قرار بدیم بازنده در واقع اجتماع و جامعه و انسان میشه.